سلام بر شما به همه دوستداران برنامه معلوماتی، خدا کنه که جور صحت مند باشین. باز هم در خدمت شما قرار دارم با یک معلومات مفید دیگر در مورد مرچ تازه. مرچ تازه سیستم قلبی و عروق را از چندین را پشتیبانی و تحریک می کند و کمک می کند تا به قلب شریان فشار خون را با وسیله پایین آوردن کلسترول خون کاهش دهد. مرچ سبز یک عامل مسکن و با دوام است. مرچ سبز آوی ترکیبات مانند ویتامین سی، آ، کلسیم، آهن، فسفر و مواد چرب است و همچنین برای بهبود میگرن های پردرد استفاده می شود. هرچند مرچ سبز سبب سوزش زبان می شود، اما این گیاه واقعا مسکن قوی است. این گیاه ابتدا سبب تحریک درد می شود، اما سپس شدت علائم درد را در بدن کاهش می دهد. این حالت آن را برای افرادی که از درد مزمن رنج می برند به طرز خاص مؤثر است، چون چندین روز طول می کشد که نتایج قابل توجه آن معلوم گردد. آنهایی که از درد ناشی از دیابت و سایر دردها پس از عمل جراحی رنج میبرند، میتوانند به ویژه از چندین نوع مرچ که قابل دسترس است استفاده بکنند. مرچ با تحریک تولید مایعات آزمه در میده و نابودی باکتریاهایی که میتوانند عامل عفونت باشند، قدرت هضم را تقویت میکند. خاصیت ضد باکتریای مرچ همچنین از اسهال ناشی از عفونت جلوگیری می کند. این گیاه به عنوان داروی سبب رقیق و نازک شدن خلط و خارج شدن آن از ریه ها می شود. از آنجایی که این سبزی بافت ریه را تقویت می کند، تحقیقات نشان داده است که مرچ سرخ در کاهش اشتها تاثیر بسیار داشته و استفاده از آن در رژیم غذایی نیز در کاهش وزن بسیار مفید است. در سرماخوردگی یا زکام مصرف مرچ سرخ با دوز بالا اثر مفید و سریع دارد. منظور از دوز بالا در حدود 600 میلی گرم تا 1 گرم است. بدی است دوز بالا برای اشخاص مختلف فرق می کند. برخی بیشتر از دیگران احتیاج دارند. برای تسکین سرفه های شدید، بخصوص در مواردی که اخلاط زیاد در بیماری تنفسی هست، مرچ سرخ در بیرون انداختن اخلاط بسیار کمک می کند و در نتیجه سرفه رفع می شود. مصرف مرچ سرخ در بارداری و شیردی. مرچ از جمله مواد است که بهتر است در دوره بارداری و تا چند ماه بعد از زایمان مصرف نشود، زیرا کودکان چند ماه پس از تولد به تدریج از رشد بهتر از دستگاه گوارش برخوردار شده و قدرت عزم این قبیل مواد غذایی منتقل شده و از شیر مادر را پیدا می کند. مضرات مرچ سرخ. مصرف مرچ سرخ برای کودکان چندان توصیه نمی شود. خوردن مرچ سرخ در عده ایجاد ناراحتی می نماید. اشخاصی که دارای مزاج گرم هستند نمی توانند مرچ سرخ تن را به خصوص در مصارف داخل تسهیل نمایند و به علاوه اشخاصی که آلرژی دارند از خوردن و مصرف آن محروم می باشند. به هر حال بهتر است مصرف مرچ سرخ تند همیشه با جلب نظر و مشورت با دکتران باشد. دوست عزیزی بود معلومات بسیار بسیار مختصر در مورد مصرف مرچ. خدا کنه که شما دانسته باشین از این یک معلومات خوبی را یافته باشین. تا معلومات بعدی شما را به لای پاک بی نیاز می سپارم. شاد و موفق باشین.